وکیل مهاجرت چطور میتونه شانس یک پرونده رو در موفقیت افزایش بده؟ خب شما در ویدیو قبلی گفتم که الزامی برای استخدام یک وکیل مهاجرت ندارید، اما خیلی از افراد این کار رو انجام میدن به خاطر اینکه مسلما به نفعشونه که فردی که قبلا این پروسه رو بارها و بارها طی کرده و دانش و آگاهی از قوانین اداره مهاجرت داره کنارشون باشه و ازشون دفاع بکنه. وکلا چطوری میتونن به شما کمک بکنن؟ خب همونطور که احتمالا میدونید وکلای قانونی میتونن قانونا نامه‌ای تهیه کنن و اون نامه رو در دفاعیه از کلاینت خودشون، در دفاع از کلاینت خودشون به اداره مهاجرت بدن. در این نامه شرایط فرد متقاضی کاملا توضیح داده میشه و اینکه چرا اون فرد با نوع ویزایی که میخواد درخواست کنه شرایطش جور هستم توضیح داده میشه. بر اساس قوانین اداره مهاجرت یا همون Immigration Refugee Protection Act یا قانون اداره مهاجرت تمام این بندها مشخص و واضحه و این بندها رو نقش وکیل شماست که به شکل خوب و درستی به اداره مهاجرت پرزنت کنه. طبیعتاً وقتی شما وکیل ندارید یا وکیلی دارید که قانونی نیست، امکان گذاشتن این نامه رو پرونده شما وجود نداره. پس طبیعتاً زمانی که آفیسر اداره مهاجرت داره مدارک شما رو بررسی میکنه اون نامه دفاعیه رو نمیبینه و ممکنه که شانس شما پایین تر بیاد. پس با وجود اینکه شما ملزم به استخدام وکیل مهاجرت نیستید، اما مهاجرت یک بار در زندگی افراد اتفاق میفته و کاملا منطقیه که از دانش، تجربه، تخصص و آگاهی افرادی که این مسیر رو طی کردن، دانششو دارن، درس خوندن، لایسنس گرفتن و به صورت قانونی دارن فعالیت میکنن استفاده کنید و حالا در نوع تصمیمی که باید در انتخاب وکیلتون بگیرید. ویدیو بعدی من رو اگر ببینید در اون مورد من صحبت کردم. مرسی که تو این ویدیو همراه ما در ویزا مودیال بودید.